اکثر از استاد نسیم سروری کلوی غروب کاروانی هست با رنگ های ایمپرسیونیستی، عرض تابلو 3 متر و 50 در ارتفاع، عرض داره ارتفاع هم 130 سم. تابلو با 5 شطور نقاشی شده که 5 شطور این با یک سروان تعداد افراد در این مسیر حرکت می کنند. نقاشی کلن در این دامنه کوه هست که کوه‌های هست با رنگ‌های بسیار زیبا، رنگ‌های ایمپرسیونیستی نقاشی شده و این غروب هست که آفتاب غروب کرده و تاریک میشه، شب میشه. در این قسمت جنگل‌ها هست، درخت‌های بسیار دور که با این ساحل جدا هست، میدانی بسیار فاصله تا محل. در اینجا هم سنگ های باز هم با رنگ های ایمپرسیونیستی و امضای استاد در اینجا هست. گیاه و مختار در این مسیر شطور حرکت می کنند. رنگ های ایمپرسیونیستی بسیار زیبا در این قسمت زده شده. این شطور ها هم با رنگ ها رنگ های لایت و آی لایت افرادی که اینجا حرکت می کنند هستند دیده می شن. در این پول اولی سه تا پول هست که عبور میکنه از این پول و رنگ‌های خود آفتاب، رنگ آفتاب که اون که رنگ نارنجی به زیبایی روی آب احساس میکنه که باز هم با رنگ‌های بسیار زیبا استاد نقاشی کرده. در اینجا در حال حرکت هستن، تعداد شطورها اینها دارن به یک مسیری حرکت میکنن و تعداد خانم‌ها هستن، شطورها سوار هستن. در اینجا هم روستا هست، اشراق انسان های زندگی می کنند، مستد نقاشی کرده. این منظره رو به یک اساس که در بعضی از جلگاه های بعضی از منطقه ماهوران در منطقه آسیای میانه اشایر ها به این شکل زندگی می کنند. در این قسمت تابلو هم کوه هست، به این کوه می پیونده به بین یک ساحل، یک تنگل، یک دریچه که بسته شده. باز هم در اینجا رنگ های مختلف رنگ های پرسنوزگی ما احساس بکنیم. در قسمت های کوه ها هم رنگ های صورتی، رنگ روشن میتوان به رنگ غروب آفتاب هست که ما روید میکنیم. کوه ها هم جدا هست از یک دیگر. در اینجا هم سایه های کوه کلن جدا هستن. کوه اول دوم سوم به سمت پایین صعود میکنن. این قسمت ها نمایش آثار عصر معاصر هست که کسهای به این شکل اینها رو طراحی و دیزاین کردن. چیزی که استاد میخواسته در این تابلو بگه، میخواسته اینو بفهمونید که اشایرهای آسیای میانه و کوچیها و مردمهای کوهنشین و مردمهایی که مالدار و دامدار هستن در این شکل زندگی میکنن و با شطور از یک وسیله به عنوان وسیله نبردار و وسیله شخصبر معلومات استفاده می کنند. در این قسمت ورودی هست که درخت به یک جای آب هست که این بسیار شفاف و زیبا به نظر می رسه برای این پرسنیستی سنگ. و اینجا تابلو بسیار درشت به رنگ های کاردک و افزار خاص نقاشی شده. در این قسمت هم این قسمت هایی که جنگل هست که اینجا درخت ها بودی داریم کنار ادامه کوه و در اینجا رنگ های بسیار رنگ سبز که بسیار سرسبز از این کوه نمایش داده شده. یک کوه تاریک تر هست، کوه اول و دوم. در اینجا که و این تابلو نشأت میگیره از مردم های اشایر، مردم های کوهنشین و بومی بودن و اصالت خود استاد نسیم الله سروری مرکوب امپرا در عصر معاصر اکثر تابلوهای خود را شکل نمایان کرده تا خیلی افراد به این موضوع پی ببرند و بتوانند حرف استاد رو احساس بکنند. خواسته احساس دونی نقاش نقاش خواسته احساس دونی خود بلکه با رنگ و شکل و اشیاء و نوعی اثر و خلق کردن اثر در اصل معاصر بفهمونه.
در این خیلی زیبای اینجا ما احساس میکنیم که در این محل از آب هست که نور آفتاب رفلکس شده و اینجا بسیار زیبا هست. این یکی از تابلوهای خیلی خوب استاد هست که مدید برای اینکه یک تعداد از این تابلوها این تا با دیزاین های مختلف آسان نقاشی کرده. بیشتر استاد نصرالله سرگرمی کردنی من به آثار معاصر در بومی محل بوده که نقاشی کرده و از این دار وقتی پرون به چلوخ اینها رو بیشتر نشان میدنی. در اینجا هم رنگ های آسان بسیار رنگ های نارنجی رنگ های قریز رنگ های جدی استفاده کرده در هر دو قسمتی هست و زیر کهکشان های آسمان که ما رویت میکنیم. این تابلو هم یک از آثار خوبی آسمان هست.